به نام خدا و با عرض سلام، جلسه 14 هست. موضوع جلسه هم در مورد فعل‌های جدا شدنی و فعل‌های جدا نشدنی هستش که به آلمانی بهش میگن trennen werden und nicht trennen werden. فعل‌های جدا شدنی رو بهش میگن trennen werden. trennen به معنای جدا شدنی هست، صفت هستش که از فعل trennen گرفته شده، به همین دلیل بهش میگن trennen werden، یعنی فعل هایی که جدا شدنی هستن، و متضادش یعنی فعل های جدا نشدنی رو میگن nicht trennen werden. تو زبان آلمانی خیلی از فعل ها هستن که دو جزئی هستن، یعنی موقع ساختن جمله این دو تا جزء از هم جدا میشن و قاعده و قانون خودشون رو داره که توی این جلسه با هم دیگه میخوایم کار کنیم. توی قسمت اول ببینید nicht trennen werden، یعنی مورد فعل هایی که جدا نشدنی هستن قواعدشون چجوریه. ببینید Peter bekommt ein Bier. Bekommen، اینجا اگه توجه کنید این بی که زده اون قسمت، یعنی که به این میگن prefix، یعنی پیشوند. یک پیشوندیه که به یک فعل یا به یک اسم دیگه یا به یک لغت دیگه اضافه میشه و یک اسم یا فعل جدیدی رو میسازه که اکثرا فعل هستن، یک فعل جدید رو به دست میاره. که اینجا ببینید پایین هم لیستشون زده، این جمله رو اول با هم میخونیم. پیتر بکامت این بیر، یعنی یک بیر به دست میاره. بکامن یعنی به دست آوردن، دریافت کردن. بکامن نیت خنبا، یعنی این کلمه بکامن فعل جدا شدنی نیست، چون شما و فعل کامن رو ما داریم یعنی آمدن، و حالا بکامن این جدا شدنی نیست. یعنی این بی از کامن جدا نمیشه، این فعل ثابت هستش که قواعدش هم این پایین هستش. اینا به اینا میگن پرفیکس که پیشوندها هستن، یک پیشوندهایی هستن مثل ب، ام، امپ، انت، ار، گی، فر، تر، زین، نیت، ترنبا. این پرفیکس ها یعنی پیشوندها وقتی به یک فعل دیگه بچسبن دیگه اینو نمیتونید مثل فعل جدا شدنی این پیشوندها رو ازش جدا کنید. که توی قسمت پایین تر ما اینو اول حل میکنیم این تمرین ها رو، که ببینید لغت هایی هستن که با این بی، امپت و انت و این بقیه اینا ساخته میشن ولی جدا شدنی نیستن، فعل های جدا شدنی نیستن. ولی این پایین ببینید فعل های جدا شدنی هستن، trennen werden، که پیشوند هاشون اب، ان، اوف، اوس، این، میت، هر، فور، زو، زروک، زین trennen werden. و وقتی این پیشوند ها قبل از یک فعل بیاد مثل اینجا uncommon، اینجا دیگه جدا میشن از هم، که اینا همیشه جدا پذیرن، پیشوند هایی هستن که از فعل جدا میشن که بهشون هم میگن trennen werden. ولی وقتی شما این پیشوند ها رو به ذهنتون بسپارید، وقتی با یک فعل قبل از یک فعل مثل common دیدید که شد becommen، این یک معنی جدید داره و جدا شدنی هم نیست. فعل کامن به تنهایی معنی آمدن میده، ولی وقتی به بهش اضافه بشه به کامن یعنی دریافت کردن، به دست آوردن، صاحب چیز شدن. مثلا دیگه حواستون باشه که از هم جدا نمیشن، جدا پذیر نیستن، فعل nicht trennbar werden هستن، جدا نشدنی. این تمرین ها رو من از قبل براتون نوشتم که وقت گرفته نشه. Beispiel besuchen Max die Tante، شما با این جمله میسازید با فعل besuchen Max و تنته. اینجا توجه کنید فعل بزوخن یعنی ملاقات کردن، دیدن کردن از کسی یا مهمانی رفتن. مثلا این اگه بی رو وردارید، این بی و ای اول رو وردارید، زوخن کلمه یک فعل دیگه هستش با یک معنی دیگه، یعنی جستجو کردن، دنبال کردن، دنبال چیزی گشتن، این میشه زوخن. ولی وقتی بی ای بیاد یک معنی دیگه پیدا میکنه، یک فعل جدید میشه، یعنی که ملاقات کردن. پس وقتی این پیشوند ها به یک فعل اضافه بشه ممکنه معنیش تغییر نکنه، ثابت بمونه، امکانش هست. ممکنه معنیش تغییر کمی داشته باشه و امکانش هم هست که معنیش کاملا معنی اون فعل فرق کنه، مثل اینجا بزوخن. خودش با اشپیلی که داده مکس بزوخت دی تنته، مکس خالشو یا خاله رو ازش ملاقات میکنه، از خاله ملاقات میکنه، دیدن خاله میره. بتسالن
این بدون بی سالن هم همون معنی رو میده، یعنی پرداخت کردن، و بی هم اگه بهش بیاد بشه بت سالن، هر دو شکل معنی میده. همین چند دقیقه پیش گفتم که ممکنه معنیشون فرق کنه، ممکن اصلا فرقی نکنه. اینجا اصلا هیچ فرقی نمیکنه، شما اگه سالن بگید یا بت سالن، هر دو یک معنی رو میده. و آره ببینید، بت سالن دو دی رخنونگ، با این یه جمله شما میسازید. دو ببینید، من اینجا بی ای رو اون پیشوندها رو هم قرمز رنگ کردم که مشخص باشه. دو بتالست دی رخنونگ. رخنونگ یعنی اون صورت حساب، یا حساب چیزی رو که بخواید پرداخت کنید بهش میگن رخنونگ، یعنی صورت حساب یا حساب. و آرتیکلش هم که مشخص دی هستش. دو بتالست دی رخنونگ، تو صورت حساب رو پرداخت میکنی. که اینجا ببینید من فعل ساده سالن رو نوشتم، بازم همون پرداخت کردن میشه. Der Kurs beginnt am Montag. ببینید این بی رو اگه بردارید، گینت یعنی گینن، که از ریشه گینن بیاد، معنی خاصی نداره، بخاطر همون من اینجا ننوشتم. یعنی بیشتر وقتا این پیشوندها با یک فعل دیگه یا یک اسم دیگه میچسبه و یک معنی جدید میاد. بعضی وقتا هم هست که اگر این پیشوند رو جدا کنید، اون فعل یا اسمی نیست، مثل اینجا گینن اصلا معنی نداره، ولی بگینن میشه شروع کردن یا آغاز کردن. Der Kurs beginnt am Montag. کلاس دوشنبه شروع میشه. Ich empfehle dir das Steak. Steak یه نوع غذایی هستش، گوشت رو سرخ میکنن اینا. اگه تو اینترنت هم بزنید ببینید، من یه اینجا براتون میزنم که تو زبان فارسی هم بهش میگن استیک، ولی خب شاید بعضی ها نشناسه. میگی مینویسید استیک، این نوع غذا هستش، به این میگن استیک. خب ich empfehle، empfehlen یعنی توصیه کردم، به اینکه توصیه میکنید تو مثلا فلان کار رو بکن یا فلان چیزو بخور. اینجا میگه ich empfehle dir das Steak، یعنی من استیک رو بهت توصیه میکنم که مثلا بخوری. ولی فعلن فعل هستش که معنی کم داشتن یا غایب بودن میده به تنهایی، ولی اینجا بهش امپ اضافه میشه و معنیش میشه توصیه کردن. امپ فعلن، توصیه کردن. دی فرما انتلست فیل آرویتر. انتلسن که از فعل انتلسن هستش، اینجا توی ریشه شو به ما داده دیگه، بگینن، امفیلن و انتلسن دی فرما فیل آرویتر. و ما این جمله رو که اینجا ساختیم میشه دی فرما انتلست فیل آرویتر، شرکت خیلی از کارگرها رو اخراج میکنه. انتلسن یعنی اخراج کردن، ولی بدون انت یعنی پیش، این پیشوند اگه نباشه یعنی لسن، فعل میشه لسن یعنی اجازه دادن یا گذاشتن، ولی انت که بیاد به معنی اخراج کردن میشه. خب der Lehrer erklärt uns die Grammatik. معلم به ما گرامر رو توضیح میده. erklären یعنی توضیح دادن، و این er اگه نباشه، این پیشوندمون نباشه، klären خودش یک فعل جدا هست، یعنی روشن کردن، شفاف سازی کردن. du genießt deine Freizeit. تو از اوقات فراغتت لذت میبری. این g اگه نیسن به تنهایی معنی نداره، فقط با این گنیسن یعنی لذت بردن یا کیف کردن به زبان محاوره‌ای. تو گنیست دین فخایت زید، تو از اوقات فراغتت لذت میبری. ایک فشته دست پروبلم، من مشکل رو درک میکنم، یا اینکه من مشکل رو میفهمم. فشتین هم درک کردن میشه هم فهمیدن، هر دو معنی رو میده. و بدون این فر شتیهن یعنی استادن، ولی فر که بهش اضافه بشه، این پیشوند بهش بیاد، میشه فهمیدن، درک کردن. پاول فگیست دی هاوس آف گابن. فعلمون فشتیهن و اینجا فگیسن، پاول دی هاوس آف گابن،
فرگسن یعنی فراموش کردن، از یاد بردن. هاوس آف گاب هم که تکلیف شب یا مشق شب. پاول تکلیف یا مشق شب رو فراموش میکند. و اینجا هم اگه فر رو بردارید گسن معنی نداره. خاطرمون فقط این با هم هستش، فرگسن. و برای سوم شخص میشه، سوم شخصش میشه فرگست. پاول فرگست دی هاوس آف گابه. ریشه فعلمون فرگسن، پاول و دی هاوس آف گابه. ریشه فعلمون فرگسن و اینجا میشه فرگست برای سوم شخص. و این فق رو اگه بردارید گسن معنی نداره. این با هم هستش، با این پیشوند همیشه با هم یک لغت با یک فعل هستش. پاول فگست دی هاوس آف گاب. پاول تکلیف یا مشق رو فراموش میکنه. جمله بعدی کارل فدیند فیل گلد. فدینن ریشه فعلمون فدینن. کارل اسم هست و فیل گلد یعنی پول زیاد. و فدینن فدیند کارل فدیند فیل گلد. کارل خیلی پول در میاره، یعنی حقوقش بالاست. ولی اگه فقر رو شما بردارید این دینن، این حالا اینجا صرف شده دیند هست، ولی ریشه فعل دینن اینجا دینن خدمت کردن میشه. ولی فقر که بیاد میشه در آوردن، پول در آوردن مثلا یا درآمد داشتن. مقیت سغیست دینوتیتز. تغیسن یا غیسن هر دو معنی پاره کردن میده. ولی اینجا غیسن فعل غیسن به تنهایی معنی قاپیدن رو میده، که یک دفعه از دست یکی چنگ بزنی چیزی رو به قاپی، اونو غیسن هم میگن. ولی معنی پاره کردنش که اگه بگید یه چیز پاره کردن، غیسن یا تغیسن هر دو یک معنیه، همون پاره کردن میشه. ماریا یادداشت رو پاره میکنه. این از این. حالا ترن باقی ویبن. در زوگ کامت ام 18 اور ان. فعلمون چیه؟ وقتی یک فعل رو این شکلی به این صورت شنیدید سریعا توی ذهنتون میاید میگید پس فعلمون هست ان کامن. چرا؟ این پیشوند ما توی فعلهای جدا شدنی، وقتی جمله ساده ای رو بسازید این فعلمون اول کامن رو شما صرف میکنید و اون پیشوندش حالا یا ان بود یا اوف بود یا اب بود، هر چی بود میاد آخر آخر جملتون. اینجا توی این پایین ببینید، اینم قبلنم گفتم، ولی از این پیشوندها برای فعلهای جدا شدنی زیاد هست. این چند تایی که اینجا نوشته خیلی تکرار میشن، یعنی خیلی مورد استفاده قرار میگیرن، کاربردشون با خیلی از فعل‌ها هستش زیاده. به خاطر همون اینا رو اینجا نمونه زده، و اگر نه از این پیشوندها برای فعل‌های جدا شدنی خیلی زیاده. ولی برای فعل‌های جدا نشدنی غیر از این چند تا، شاید یه چند تا دیگه بیشتر نباشه، ولی من تا حالا ندیدم، استفادم نکردم، یعنی کم هستش، به ندرت استفاده میشه. ولی فعل‌های جدا شدنی چند تا پیشوند دیگه هم هست که میشه روزانه مثلا توی لغت‌هایی که استفاده میشه ممکن استفاده بشن، ولی این چند تا که اینجا اومده پرکاربردی تر از بقیهشونه. و بایشپیل ابشلیسن دو دی تو. اینم تقریبا مثل بالایی هست، فقط فرقشونه که جدا پذیرن. شما باید حواستون باشه که اون جزء اولشو میارید آخر جمله. اینا من نوشتم، نمونه هاشو ببینید. از آ شروع میکنیم. اب فاقن در بوس این سین مینوتن. ابفاغن یعنی حرکت کردن. فاغن معنی راندن یا رانندگی کردن میشه، یا رفتن توی یک شهر به یک شهر دیگه. ای که بخواید بگید من میرم مثلا هامبورگ، من میرم یا فلان شهر دیگه، اینا دیگه با گیهن نمیگن، با فاغن میگن. به خاطر همون به زبان ما میتونیم به معنی رفتن هم ترجمه کنیم. ولی وقتی یک پیشوند اب بیاد بشه ابفاغن یعنی حرکت کردن. اون البته برای منظورش اتوبوس یا وسایل نقلیه هستش دیگه. دیگه اون موقع دیگه برای خود شخصتون نمیگید ایک فرق اب. اون چون اون برای وسایل نقلیه استفاده میشه اینجا. ولی فاقن، فعل فاقن که من بخواید بگید من میرم برلین یا برم
فرانکفورت یا یک شهر یا جایی که دور باشه دیگه نمیگید ایش کیه، اونجا دیگه از فاقن استفاده میکنید، یعنی که منظور رو میرسونه شما با یک اتوبوسی، ماشینی یا وسیله نقلیه میرید. خب اینجا ببینید اسممون بود در بوس و زمانمون هست این 10 مینوتن ابفاقن، یعنی حرکت کردن. در بوس فیت این 10 مینوتن اب، ببینید اب میاد آخر جمله، فیت این 10 مینوتن اب. فاقن رو شما صرف میکنید برای سوم شخص حساب میشه مثلا، یا همون خونسا یا سوم شخص میشه گفت در بوس فیت این 10 مینوتن اب، اتوبوس 10 دقیقه دیگه حرکت میکنه. فعل بعدیمون انکرویتسن دو دی ریختیگه انتورت. ریختیگه اینجا صفت هست یعنی درست، انتورتمون یعنی جواب، دی ریختیگه انتورت جواب درست. انکرویتسن یعنی ضرب در زدن، یا ما بهش میگیم علامت زدن یا تیک زدن، ولی اینا میگن ضرب در زدن، علامت بزنید وقتی جواب رو. دو کرویتست دی ریختیگه انتورت ان، حواستون باشه این ان کرویتسن هست، به خاطر همون کرویتسن رو شما صرف میکنید. دو کرویتست دی ریختیگه انتورت ان، ان میاد آخر، تو جواب درست را ضرب در یا همون علامت یا تیک میزنی. aufstehen um 7 Uhr، بیدار شدن یا بلند شدن میشه، منظور بلند شدن هست. اشتید فعل اشتیهن رو صرف میکنید، اشتید ام زیبن او و آخر جمله اوف، اشتید ام زیبن او اوف، او ساعت 7 بلند میشه، منظور از خواب بلند شدنه. اشتایگه این فرانکفورت اوس، فعلمون چی هست؟ وقتی شما یک همچین جمله میشنوید دیگه باید ذهنتون رو به این فعل های جدا شدنی عادت بدید. وقتی یکی بهتون مثلا میگه اشتایگن فرانکفورت اوس، شما سریع توی ذهنتون این پیشوند اوس رو میارید، قبل از فعلتون چی بود توی ذهنتون حساب میکنید، میگید اشتایگه، پس میشه اوس شتایگن. توجه کنید این توی ذهنتون کم کم باید تمرین کنید این جمله هایی که با فعل های دو جزئی ساخته میشن رو، تا اینکه وقتی یکی فعل جدید رو میگه، یک فعل جدا شدنه جدید رو بهتون میگه، ترن با وربن رو، یک ترن با ورب رو استفاده میکنه، شما سریع بفهمید که فعل اصلی ریشه فعل چیه که بتونید مثلا معنیشو نگاه کنید یا مثلا ترجمهشو در بیارید. ببینید aussteigen ich in frankfurt، aussteigen یعنی پیاده شدن که متضادش میشه einsteigen، اونم فعل جدا شدنی هستش یعنی سوار شدن، همیشه برای وسایل نقلیه اینا. من در فرانکفورت پیاده میشم. Ich steige in Frankfurt aus. Der Zug kommt um 20:30 an. Ankommen یعنی رسیدن. اینو برای شخص خودتونم میتونید استفاده کنید. مثلا بخواید بگید من فلان ساعت میرسم، شما اونجا میتونید این فعل kommen رو برای اول شخصتون صرف کنید، یعنی ich komme ام 20:30 ان، یعنی که من ساعت 8:30 دقیقه میرسم. اینجا در زوگ کامت ام 20:30 ان، قطار ساعت 8:30 دقیقه میرسه. خب انکامن اینجا ببینید انکامن. فعل بعدیمون اینکاوفن یعنی خرید کردن، خریداری کردن. پاول کافت ورست و کزه این، ورست سوسیس یا کالباسمون هست، کزه پنیر و این کافن، کافت اینجا میاد، پاول کافت و این آخرش، پاول سوسیس و پنیر میخرد. و ایش لاده پیتر اینس کینو این، کینو سینما هست و لاده این، پس چی میشه این رو میارید اینجا، این لادن دعوت کردن، من پیتر را به سینما دعوت میکنم. Ich lade Peter ins Kino ein. Siemens یک شرکت تولیدی وسایل خونه است که شاید ماشین لباشویی یا یخچال ایناشو دیده باشید. Siemens stellt Computer her. پس این her رو شما بیارید قبل از فعل stellen میشه چی؟
هرشتلن. هرشتلن یعنی تولید کردن یا ساختن. زیمنز کامپیوتر تولید میکنند. دی استودنتین لیست دس رفرات فور. این فور رو شما میارید قبل از لیزن. میشه چی؟ فور لیزن. اینجا ببینید. فور لیزن دی استودنتین دس رفرات. دانش آموز نطق را با صدای بلند میخواند. اینجا من فراموش کردم با بنویسم، با صدای بلند. وقتی میگید فور لیزن یعنی که برای یکی با صدای بلند میخونید. حالا لیزن، فعل لیزن کلن در کل خواندنه، ولی فور لیزن یعنی که برای یکی دیگه یا برای مرد اشخاص دیگه، افراد دیگه این رو بلند میخونید، میشه فور لیزن. اگر فقط یعنی مثل یک سخنرانی یا نطق یا یک متنی که میخونن رو بهش میگن رفقت. دو مخت دی تو تو. این تو رو میارید قبل از مخت. مخن میشه تو مخن یعنی بستن. تو در را میبندی. گیبت دس بخ چوگ. چوگ گیبن یعنی پس دادن. خب پس میشه چی؟ او کتاب را پس میدهد. خب این تمام شد. تمرین 3 رو با هم حل میکنیم. تمرین آخری. تو این تمرین از هر دو فعل استفاده شده، یعنی فعل های جدا شدنی و فعل های جدا نشدنی. اولیشو خودش حل کرده. ich rufe Anna an anrufen یعنی من به آنا زنگ میزنم. دو ام سوپرمارکت پس میشه خرید. دو کاوفست یعنی تو میخری. ام سوپرمارکت این با این عین با هم همون منظور خریدن رو میدن. تو از توی سوپرمارکت خرید میکنی یا از سوپرمارکت خرید میکنی. وی فاگن morgen nicht nach München mit fahren یعنی که ما فردا به مونشن مثلا باهاتون نمیایم. منظور mit fahren یعنی که با کسی رفتن یا با کسی رانندگی کردن. البته اینجا با fahren، اینا با fahren میگن، یعنی که با کسی رفتن. وقتی شما مثلا به یه دوستتون میخواد بره شهر دیگه، شما میتونی بگی ich fahre یا ich komme nicht mit. ich fahre nicht mit یعنی که من باهات نمیام. اینجا میگه wir fahren morgen nicht nach München mit یعنی که فردا ما به مونشن باهاتون نمیایم. حالا برای essen ich dich zum essen پس میشه einladen. ich lade dich zum essen ein یعنی که تو رو به غذا دعوت میکنم، برای غذا خوردن دعوت میکنم. Klaus morgen besuch اینجا یک جای خالی هست پس میشه bekommen. فعل جدا نشدنی هست. bekommt morgen besuch. فعل bekommen یعنی به دست آوردن، دریافت کردن یا کسب کردن. و اینها برای اینکه مهمون میاد، وقتی مهمون میاد اینا با bekommen میگن، یعنی که ما به زمان خودمون میگیم برای مهمون میاد، اینا میگن ich bekomme besuch. خب der Zug in 5 Minuten پس چی میشه؟ abfahren یعنی حرکت کردن. der Zug fährt in 5 Minuten ab یعنی که قطار 5 دقیقه دیگه حرکت میکنه. der Lehrer die Grammatik erklären اگه حواستون باشه erklären فعل جدا نشدنی هستش. erklärt دی گراماتیک معلم گرامر رو توضیح میده. مقیه دست فرمولا. فرمولا یعنی همون فرم. برای هر چیزی که وقتی بخواید یک فرمی پر کنید میشه فرمولا. فرم برای پر کردن از فعل اوس فولن استفاده میشه. فعل جدا شدنی هست. مقیه فولت دست فرمولا اوس یعنی فرم رو. ماریا فرم رو پر میکند. ausfüllen یعنی پر کردن. پر کردن فرم. ich rotwein.
خودوین پس میشه بشتلن. بشتلن هم هم اشتلن یعنی قرار دادن گذاشتن میشه. بشتلن یعنی سفارش دادن. پس میشه ایش بشتل خودوین یعنی که شراب قرمز سفارش میدم. ایفا افت تمینه پس میشه فگسن یعنی که فراموش کردن. ف گست افت تمینه یعنی هوا کمون افا میشه هوا اسم خانم هست. هوا ترمین یعنی اون قرار ملاقات هاشو وقتهای ملاقاتی که میگیرن رو میگن تمین که اینجا جمع هست تمینه یعنی قرارهای ملاقات رو اکثرا فراموش میکنه. افت یعنی اکثرا فگسن فراموش کردن. افا فگست افت تمینه هوا اکثرا ترمین ها رو یا قرارهای ملاقات رو فراموش میکنه. خب این بود از جلسه 14ممون در مورد فعل های جدا شدنی و جدا نشدنی و سعی میکنم توی کانال تلگرام براتون فعل هایی که خیلی کاربرد دارن رو فعل های جدا شدنی رو یعنی تخنباغ ویبن رو براتون بفرستم با چند تا مثال که ببینید شاید بهتر یاد بگیرید براتون آسان تر بشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه و تا میتونید از اینترنت تمرین پیدا کنید و اینکه اگرم سوالی داشتید، مشکلی داشتید، جایی رو درست متوجه نشدید میتونید توی کانال تلگرام برام بنویسید، کامنت بذارید یا داخل همین کانال یوتیوب زیر همین ویدیو کامنت بذارید و سوالاتتون رو بپرسید، من حتما جواب میدم. روز بخیر، وقت بخیر، خدا نگهدار.